با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا می کنم. امروز در واقع روز چهارشنبه است و سیوم از ماه آگست یا اوت. در روزهای چهارشنبه مدت یک ساعت خدمت شما عزیزان هستم. به علت شدت گرما اینجا ما مجبور هستیم راحت تر خدمت شما بنشینیم. من مختص به گرما هم حساسیت دارم، یک داستانی هم دارم خدمتتون عرض بکنم در هواپیما چه اتفاقی افتاد. اجازه فرمایید از بادهای زرتشت برای شما از بند 16 بخوانم. بله، میفرماید: پروردگارا از تو میپرسم، هرگاه شخص نیکندیش و با تاب و توان در راه ترقی خانه، شهر و کشور و پیشرفت راستی و درستی کوشش کند، از وصال تو برخوردار خواهد گردید. ای مزدا اهورا، کی و چگونه چون این آرزویی برآورده خواهد شد؟ همش به بچه سوالی است بدون ادعا. عرض میکنم که تاریخ زرتشت یک چیزی بین 600 تا 1200 سال پیش از میلاد مسیح هست. داره در این باب خیلی حرف و سخن هست. خب، عرض میشود شما خدمت شما که یک حکایت از بوستان سعدی خدمت شما میخوانم و بعد یک توضیح هم میدم که بعض آدم ها چه میکنن در این شهر لس آنجلس. میگوید: یکی خورده بر شاه غزنین گرفت، که حسنی ندارد ایاز ای شگفت. داستان عشق محمود به ایاز دیگه افسانه شده در تاریخ. در تاثر تاریخ شما این مناسبت رو منعکس میبینید در کتب تاریخ. بله، سلطان و ایاز و داستان ها هست در ارتباط با عشق محمود و ایاز، که چندتاش هم ممکنه یادم بیاد خدمتون بگم. میگوید که ایراد گرفتن که آقا این ایاز زیبایی نداره، چی نداره، این چی داستان عشق شما؟ گلی را که نه رنگ باشد نه بوی، غریب است سودای بلبل بروی. به محمود گفت این حکایت کسی، بپیچید از اندیشه بر خود بسی. که عشق من ای خواجه بر خوی اوست، نه بر قد و بالای نیکوی اوست. یکی اومد و محمود اندیشه، قطع نظر از تفکر به معنای غم و درد و رنج و ناراحتی و دغدغه اینا هست. بله، میگوید که آقا ما عاشق خوی او هستیم، اخلاق او، نه بر قد و بالای نیکوی او. شنیدم که در تنگنای شتر، بیفتاد و بشکست صندوق در. به یغما ملک آستین برفشان، و از اونجا به تعجیل مرکب بران. در یک تنگنای شتری که در بار داشت افتاد و صندوق در بشکست و ریخت. ملک هم به لشکریان گفت مال شما، و خودش رکاب کشید و رفت. سواران پی در و مرجان شدند، ز سلطان به یغما پریشان شدند. اینجا به یغما پریشان شدند یعنی به هوس بردن اون در پراکنده شدند. سلطان تنها گذاشتند در واقع. نماند از وشاقان گردن فراز، کسی در قفای ملک جز عیاز.
بدو گفت که ای دلبر پیچ پیچ، ز یغما چه آوردی؟ گفت هیچ. من اندر قفای تو میتاختم، ز خدمت به نعمت نپرداختم. گرت قربتی هست در بارگاه، به خلعت نشو غافل از پادشاه. گفت تو چی آوردی عیاض؟ گفت من هیچ قربان. چطور؟ گفت من اندر قفای تو میتاختم، بله، ز خدمت به نعمت نپرداختم. من مواظب شما هستم، برای من معنی نداشت که رها کنم و برم جواهر جمع کنم. بله، یه گر از دوست چشمت بر احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. یعنی با یک کسی دوستی داری و چشمت به اینه که احسان کنه در حق تو، تو در بند خیشی، خودخواهی داری، به خاطر خودت هست، منافع داری، دوستی در تو نیست همون جان. بله، تو را تا دهن باشد از حس باز، نیاید به گوش دل از غیب راز. حقیقت سرایی است آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته، یا هوا و هوس گرد برخواسته، نبینی که جایی که برخواست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. بنابراین اینو باید گرد بخونیم. بله، حقیقت سرایی است آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته، نبینی که جایی که برخواست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. بله، هوا تیره شد و هوا و هوس دیگه حقایق رو نمیبینه. خب عرض میکنم که با دوستی صحبت میکردم، گفت که یک هموطن نازنین کهنسالی داریم، ایشون نمیدونم جمع میکرده و دوستان رو، شاگردان رو، اینها و مولانا. خیلی خوب، مولانا درس. حالا عوض کردن که شاهنامه، بسیار شاهنامه، و گفته است که این کار عرفانی، سرچشمش در عرفان هست و این حرفا. این مؤمن نمیداند که داستان عرفان هر سبت که از حدود 50-60 هجری شروع شده است. زهاد بودن اینها، نمازگزاران و عرض میکنم که روزگزاران و اینها بودن، و خیلی چیز خشک سطحی بود. بعد رفته رفته از خراسان به خصوص از بلخ عرض شد که مبتنی بر آیین بودایی و زروانی و بقیه آیین‌های قدیم اینا مایه ها گرفتن. و بارها عرض کردم چون این آیین اسلام به قدری خشک و بی‌ذوق و ملال انگیز بود که نمیشد با زندگی کرد، هیچ گونه ارتباطی یک اپیک که حماسی باشه با این داستان‌های عرفانی که کنج خانقاه نشستن و یک روزگار با یک بادام گذروندن و روی پشت بام رفتن یک سال به کعبه نگاه کردن و از اینجور داستان‌ها مطلقاً و ابداً، و از کارهای دیگر این بزرگوار بد و بیراه و فحش به سعدی دادن است. من متوجه نیستم این داستان چیز خوبیه، کسی بشنود میخندد. مثل این است که یک انگلیسی بنشیند به شکسپیر فحاشی بکنه و شاگردان تربیت میکند و برای فحاشی به سعدی. ما یکیش رو نفهمیدیم، واقعا شرم‌آوره. و یک کسی بشنود میگوید این مرد هر که هست، اول اینکه زیبایی شناس نیست، دوم اینکه ادیب نیست، سوم اون که فرهنگ شناس نیست، چهارم اون که ذوق ندارد، پنجم اون که دانش درستی ندارد، ششم اون که ارج بزرگان را نمیداند، پنجم اون که عرض بکنم که نام بزرگان را به زشتی میبرد.
گو بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد. سعدی یکی از پایه‌های اصلی این فرهنگ هست. با ارادتی که مخلص به حافظ دارم میخوام عرض کنم اگر حافظ نمی بود ما چیزی کم نداشتیم، چیزی کم نداشتیم. حالا که داریم بسیار ثروتمند شدیم با وجود این مرد بزرگ بی‌نظیر. اما اگر سعدی رو نمی داشتیم یک حفره خیلی 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 بزرگی در این فرهنگ مثل یک بلک هول به قول معروف ایجاد می شد. در یک جایی می خواندم که یک کسی نوشته بود که سعدی به زبان ما سخن می گفته است. این مرد ادیب یکی از بزرگان است، گفته بود نه دوست عزیز، ما به زبان سعدی سخن می گوییم. و قدر عظمت کار کجا معلوم می شود؟ اگر شما این پیرمرد محترم باشد که قطعا این کار رو نکرده، احتمالا سواد خواندنش هم ندارد، ازش بپرسید آقا آثار خواجه طوسی رو خواندید؟ خواجه نصیرالدین، شما آثار جبینی ها رو نگاه کردید؟ به خدا سوگند اگر یک سطرش رو بتواند بخواند. آیا شما به تاریخ وصاف، وصاف الحضره، ادیب معروف ابو عبدالله شیرازی شما خوانده اید این کتاب را؟ نمیتواند بخواند، نه ازش اطلاع دارد. مقصود عرض مخلص این است که وقتی شما اینها رو میخوانید بعد دیوان سعدی رو میگشایید، مثل که هزار بهشت بر روی شما درگشودند. و در واقع شاگرد تربیت کردن که شما هر جا برید فحاشی بکنید به سعدی هم یه چیز نویز که من نفهمیدم، ندیدم. ابن بطوته یا بطوته میگوید در چین بودم، در چین دیدم تعدادی آدم سوار قایق هستند و پاروز زنان یک غزل سعدی رو دم گرفتند و میخوانند با نشاط و میآیند. ابن بطوته حدوداً در روزگار حافظ است، 70-80 سالی بعد از سعدی. و در روزگار خود شیخ سیف فرغانی، شاعر مهمی است، چه مردها گفته و چه نامه ها به شیخ بزرگوار نوشته است. و همام تبریزی میگوید همام را سخنی دلفریب و شیرین است، ولی دریغ که بیچاره نیست شیرازی. اشارش به سعدی است. خود او 32 جا به سخن خود اشاره دارد. سعدی بر کمال من و حسن تو نیفزاید کس، حد همین است سخندانی و زیبایی را، یا بدین صفت که در آفاق سیت شعر تو رفت، نرفت دجله که آبش بدین روانی نیست. گوید استاد غزل سعدی است، حافظ گفته است یا منصوب است به حافظ. نزد همه کس اما دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو. باری سعدی بزرگترین شعرهای ماست. دیوان شیخ بزرگ به لحاظ جامعیت و کلیت بی نظیر هست و شاهکار بعد از شاهکار خلق کرده این استاد. و ما از این پیرمرد محترم عرض میکنم که خواهش میکنیم که یک دقتی بفرمایند در فرمایشاتشون، که شما یک مش مبتدی جمع کردید و شدید استاد مبتدیان. و حالا داستان من میدونم چی هست، قربونتون برم، داستان میدونم چی هست. داستان این هست که سعدی چند جا به طنز چیزها گفته و آوردم من اینا رو عرض کردم خدمتتون در مقالطات و این حرفا، که ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خورداری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری، تو که با دشمن این نظر داری. که عرض کردم این مقالطه هست، مصادره به مطلوب هست. یک بخشش هم که از کریم و خزانه غیب، این مقالطه در واقع توضیح مرموز هست. اینا
یک جایی هم میگوید گراب چاه نصرانی نپاک است، جهود مرده میشویم چه باک است. این طنز شوخی است. این همون مردی است که میگوید شنیدم گوسفندی را بزرگی رهانید از دهان و دست گرگی. شبانگه کارد بر حلقش بمالید، روان گوسفند از وی بنالید. که گر از چنگ گرگم یا گر از چنگال گرگم در ربودی، چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی. یا بنی آدم از وی دیگر نگیر. خب به هر صورت هر کسی دنبال منافع خودش باید باشه، ببینه پول کجاست، عرض کنم که اونجا رو هدف قرار بده. آره من باره بقیهش نمیشم. گفت که من از مفصل این قصه مجملی گفتم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. بله اینم از این، اینم یه بدبختیستی. آقا احتیاج به شما نیست، جمهوری اسلامی به قدر کافی داره تخریب فرهنگ میکنه. نیاز به شما نیست از گوشه لس آنجلس شمشیر برکشید دنبال سعدی. خنده داره واقعا، خنده داره. اینم از این داستان. اما قصه‌ای که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم که ممکن است برای شما هم اتفاق بیفتد این است که ما در این سفر آخر که از تگزاس می آمدیم هوا بی‌اندازه گرم بود. دوست عزیز من آقای بدیعی ما رو رسوندن به فرودگاه، ما هم وارد فرودگاه شدیم. نوشته بود که بله پرواز شماره فلان فلان از دالاس به لس آنجلس سر موقع پرواز میکند، هیچ مشکلی نیست، بفرمایید. زمان که رسید ما رفتیم وارد یک جمبو جت 667 فکر اشتباه نکنم بوئینگ خیلی عظیمی بود وارد شدیم، پر شد. من دیدم هوا به قدری گرمه که خفقان آوره و معلوم نیست چند ساعت این آلومینیوم های بدنه هوا زیر آفتاب داغ بوده. خلاصه مطلب ما نشستیم دیدیم هوا حرکت نمیکنه. کاپیتان هم آمد گفت که ما یک مشکلی داریم، یک شخصیتی بایستی بیاد و ما تا ایشون نیاد حرکت نمی کنیم. البته به زودی حرکت خواهیم کرد. هر چه زمان منم یک فوبیای جای تنگ دارم، به گرما هم بی اندازه حساسیت دارم. من به یاد دارم در طول این سالها که ما مدرسه رفتیم یکی دو بار در این امتحانات نهایی اتفاق چنان افتاد که این معلم صندلی ها رو میچید توی سالن، صندلی می افتاده بود درست توی زاویه دیوار. نگاه میکردم من روبروم دیوار بود، دیدم دارم خفه میشم، بلند شدم گفت آقا من نمیتونم، من فکرم کار نمیکنه اینجا. گفت خیلی خوب اشکال نداره، صندلیتون شما بردیم به این عقب. رفتم دیدم به حالا هوا باز شد، فضا گسترده شد خیلی سریع. باری در این سوراخ تنگ رفتیم نشستیم، این آقایی هم اینجا نشسته بود، یه بطره آب من با خودم برده بودم. دیدم گذشت 15 دقیقه 16 دقیقه، باز کاپیتان اومد و یه دروغ دیگه گفت و 10 دقیقه دیگه طی شد، 10 دقیقه دیگه هم طی شد که دیدم من دیگه اون انگزایتی اتک یا هرچی هست وارد شد، فشار خون ما رفت بالا و نمیدونستم باید چه بکنم. کاری کردم جورابا و کفشا رو اینا در بردم، رفتیم توی لبتوری. لبتوری همین دستشویی به اصطلاح هواپیمایی است. رفتیم اونجا که یه مقداری آب دیدیم آب جوشه، اصلا داغ. یه مقداری از این آب ریختیم بر سرمونی که داشتیم و زیرپوش در آوردیم و پیرهن و پلان و آمدیم. احوال دیوانگان اگه بگم داشتم گزاف نگفتیم. آمدیم آقا این داستان چه حکایتی است ما رو تپون. بعد به من گفتن که آقا وقتی که شما هواپیما میخواهید سوار شوید، اگر اینها شما رو در ترانزیت نیم ساعت یا بیشتر نگه دارن خلاف اون تبلیغاتی کردن، بایستی پول شما رو پس بدن و شما رو هم به مقصد برسانن.
اما وقتی شما رو میکنن توی هواپیما، دیگه در هواپیما بودید دیگه و پولی نمیشه از اینا گرفت. اینا یکی از نزدیکان ما رو مطلع کرد. نگو اینا خبر داشتن که این هواپیما مشکلی داره، اما علاقه لازا این 300 و اندی نفر رو کرده بودن. این مردم آمریکا مردم مخصوصی هستن، معترض نمیشن، انقدر پیرو به قانون هستن. میگن خب کپیتان میدونه دیگه، حتما یه چیزی شده، حتما یه چیزی شده. باد میزدن 300 و اندی نفر باد میزدن، هیچ کس هم معترض نمیشد جز ما. ما شدیم و شروع کردیم به داد و بیداد کردن که آقا این چه داستان است، من پیاده کنید، من دارم خفه میشم این تو. اینها خب در شرایط امروزین و وضعیت آدم های خاورمیانه هم که اطلاع داری، به هر صورت یه آقای آمد گفت آقا مشکل شما چیه؟ اینا یه خانمی آمد گفت من الان میرم آب خنک میارم، رفت پیداش نشه. آقای اومد و اینا، بله کاپیتان الان حرکت میکنه، در سرتون ندن. اونقدر فشار عصبی به ما وارد شد که گفتنی نیست. این آقا رفت یه پارچه آب و یخ و اینا آورد و هواپیما یک تکانی هم خورد. خوشحال شدیم، بعد کنار نگاه کردیم پنجره ببینیم حرکت میکنیدیم، نه آقا خبری نیست. خلاصه قریب یک ساعت بیشترین فشارهای روحی و روانی و اینا به ما وارد شد، به وجهی که وقتی رسیدم به لس آنجلس دوچار تکیکاردیا شدیم. تکیکاردیا یعنی قلب به سرعت شروع میکنه به کار کردن، فشار خون رو هم متناسب با خودش میبره بالا. و این قبلا یکی دو بار ممکن بود در همه عمر من اتفاق افتاده بود، اما این شد چیز هر روزه. این است که زنگ زدیم به دوست گرامی و بزرگوار نازنین دکتر نصر. دکتر نصر چنین است، دکتر نصر شخص بسیار مهربان، پزشک بسیار حاذق و انسان بسیار بزرگواری است. پزشکی تجارته دیگه، مثل روزگار قدیم نیست که حفظ و صحه بیمار مد نظر باشد اینا، نه مسابقه برای پارو کردن پول. این خواهرزاده ما رفته پیش پزشک، دست گذاشته روی کمرش، گفته آره همینطوره درد میکنه، آره به نظر میاد شما یه آمپول لازم دارید. 9000 دلار براش صورت حساب فرستاده، برای همین مقدار که گفتم من نقل قول میکنم. باری دکتر نصر اما بدین وجه کار نمیکند، انسان بزرگوار به هیچ وجه من الوجوه. شما در صفات این دوست عزیز بزرگوار نمییابید جز انسانیت و بزرگواری. چیز دیگر که حالا دنبال این قضایی ها باشد ابدا و مطلقا و بسیار کمیاب هستن انسان های از این دست و من از ایشون بسیار سپاسگزارم. باری یک داروی تجویز کردن و ما هم استفاده کردیم و این قلب خاموش شد. فعلا تا ببینیم بعد چه می شود. اجازه بفرمایید که ما گوش کنیم به یک موسیقی، ببینیم امیر چه دارد. می رویم و برمی گردیم خدمت شما و چند دقیقه دیگه. جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید. با درود بر شما، یک گرفتاری را با کامپیوتر تلویزیون پارس میسر نشد آهنگ پخش کردن. خود مخلصم اقدر خوش صدا نیستم براتون بخونم، اما نشد. خب در جلسه گذشته از کتاب خاطرات حاج سیاح عرض شد که موضوع رفتن او به بختیاری
رو مطرح کردن به قلم خودش. این حاج سیاح مرد بسیار بسیار روشنی بوده، بسیاری از جاهای جهان سفر کرده، آزادی خواه بوده و در واقع از کسانی بوده که در راه برقراری مادرنیته در ایران بسیار زحمت میکشیده، نزد پادشاهان میرفته، اونا رو نصیحت میکرده، پیش زل سلطان رفته، متهمش کردن در موضوع قتل ناصرالدین شاه، قل و زنجیر بیچاره به گردنش اینجا چیز با میرزا رضای کرمانی قاتل ناصرالدین شاه و داستان بسیار داره. روشن فکران متواری شدن، یعنی غیر از اونایی که کشته شدن و در واقع سرشون بریدن در باغ شاه، محمد علی میرزای صفی مجلس رو به توپ بست، یه مش قزاق روسی مثل لیاخوف در اختیار داشت، مجلس ملی رو به توپ بست و کشتن آزادی خواهان رو شروع کرد. خودش شخصا گفته بود من این تقی‌زاده رو گیردم شکمش رو خودم پاره میکنم. تقی‌زاده و یک تعدادی مثل ده خدا به سفارت انگلیس پناهنده شدن، دولت آبادی و بقیه فراری از این منزل به اون منزل، چون میگرفتن میکشتن اینا رو. تمام شد، مشروطه تمام شد. تنها جایی که بر جای مونده بود و مقاومت میکرد تبریز بود. تبریز بله، در اونجا جنگ ادامه داشت و مرتب سپاه میفرستاد بر سر تبریزیان، تبریزیان هم اونا رو شکست میدادن و در محور در واقع چرز کنم شمع وجود یا خورشید وجود ستارخان قرداغی این آزادی شعلش روشن بود و مقاومت میکرد. آمدن یک عده این حاجی رو دیدن، گفتن آقا شما بیا برو بختیاری و خبر ببر سردار اسد و دیگران که آزادی در خطره و همه چیز من از دست رفته، آزادی خواهان هم فراری هستن، مشروطه تعطیل شد، تمام شد، همه کوشش ها به هبا و هدر رفت. و خدمت شما عرض میکنم که خوانین بزرگ بختیاری در اون مقطع اینها دو گروه بودن، فرزندان ایلخانی و فرزندان حاج ایلخانی که با هم رقابت هم داشتن. حسین قلی خان ایلخانی رو کشتن، در واقع پدر حاج علی قلی خان سردار اسد رو عرض میکنم، سعایت کردن که پدر ما یعنی قاجارها با 200 نفر آدم مثلا ایران رو گرفتن، این مرد 1000 نفر سوار در واقع برگزیده داره، هر موقع اراده بکند میتواند این حکومت قاجار رو در واقع ساقط بکند. ناصرالدین شاه دستور میداد به زل سلطان، حسین قلی خان رو به اصفهان دعوت میکنن، در منتهای نامردی حسین قلی خان رو خفه میکنن، میکشن. فرزندانش رو که حاج علی قلی خان سردار اسد ارشد اونها بوده میفرستن به زندان که بعداً بکشن. خب این یه سمت قضیه. از سوی دیگر فرزندان حاج ایلخانی، یکیش هم لطف علی خان امیر مفخم بود، دیگری سردار جنگ بود، اینها طرفدار نظام استبداد بودند در ابتدای امر، کمک همین دستگاه استبداد قاجار میکرد محمد علی میرزا. این مشکل هم بود. حالا من میخونم خدمتتون که این گوشه از تاریخ برای شما روشن باشد که چی شد داستان و چگونه تهران تسخیر شد و چگونه مشروطه برپا شد. متاسفانه اون دیگران که آمدن مستبدین ارزش خون آزادگان رو هیچ، یعنی به صفر رسانیدن و همه این کوشش ها، یعنی دستگاه دولت ایران بازگشت به روزگار محمد علی میرزا و ناصرالدین شاه و اینا، آخر عاقبتش هم اینطوری شد که ملازم کنه. میگوید مسافرت من به بختیاری و تشویق سردار اسد برای حرکت به طرف تهران. مجاهدین رشت انتظار حرکت ایل بختیاری به طرف تهران را داشتند و ایل بختیاری هم منتظر حرکت سردار اسد از بختیاری به طرف اصفهان بودند.
و هر قدر در حرکت ایل بختیار تأخیر می شد بر یأس مردم افزوده می گشت. سردار منصور که از سابقه دوستی حقیر و حاجی علی قلی خان سردار اسد و سمسام و سلطن اطلاع کامل داشت، به وسیله همایون که گاهی محرمانه اونها را در امارت کوچکی که پشت سفارت روس داشتن ملاقات میکرد پیغام داد که گرچه میدانم به واسطه شکستگی حالت حرکت ندارید، ولی موقع خیلی سخت است. اگر بتوانید مسافرتی به اصفهان بنمایید که سردار اسد و سمسام سلطنه را تا موقع نگذشته به طرف تهران حرکت بدهید و خدمت بزرگی به وطن کنید، ولی نتیجه زحمات از دست می رود. مدتی است مردم بازارها را بسته و در این انتظار هستند. مردم یک پارچه شده بودند. خلاف این نفاق و این فسادی که در ایران هست که هر کسی ساز خودش رو میزنه و همه رویگردان شدن از داستان وطن و از داستان آزادی و از داستان حقوق ملت، کسی سخنی حرفی چیزی نیست، همه مردم هم بسته شده بودن و یک پارچه برای آزادی جانفشانی میکردن. بازاری هم بازارها رو بسته بودن، بله بازارها بسته و در این انتظارن. بالاخره اگر اونا حرکت نکنن مردم پریشان و خسته میشوند. این تقاضا را قبول کرده مختصری به جناب مشیر سلطنه صدر اعظم نوشتم که برای سرکشی به ملک خود عازم محلات هستم، سفارشات لازمه برای حکام قم و کاشان مرحمت فرمایید. اینو گفته که بتواند برود به بختیاری. همایون کاغذها را برد و سفارشنامه ها را آورد. کادسکه برای اصفهان کرایه کردند و روز بعد با همایون تا دروازه حضرت عبدالعظیم با درشکه شهری رفته اونجا به کادسکه سوار و عازم شدم. همایون برگشت. شب هنگام بدون توقف در جای نزدیک قم رسیدم. معلوم شد دستوری از طرف شاه رسیده که معروفین را نگذارند به طرف اصفهان بروند، مخصوصا برای معاودت دادن حقیر هم تلگرافی رسیده است، ولی میرزا حبیب‌الله خان رئیس تلگرافخانه تلگراف مربوط به آن نگه داشته و آدم خود را فرستاده بود تا بین راه آن را به من نشان دهد. پس از دیدن تلگراف از همانجا کارسکر رها کرده و با الاغ به طرف کاشان حرکت کردند. خیلی خوب، داستان مطلب معلوم است. بله، یک ساعت به غروب مانده وارد نصرآباد سفرسخی کاشان شدم و شنیدم حاج خسرو خان سردار ظفر از امیر مفخم جدا شده و به کمک سمساب سلطنه به مورچه خرد رفته است. و چون امیر مفخم و همراهان همه را می شناختم صلاح ندیدم به کاشان بروم، مخصوصا با اطلاعی که به امر تلگرافی شاه داشتم ناچار به تهرآباد و از اونجا به جوشغان رفتم. در راه می دیدم که رایا اموال خود را پنهان می کنند. معلوم شد که پسر امیر مفخم با چند سوار در آن حدود است و شهرت داده که املاک زل سلطان و اولاد ایلخانی را که سردار اسد و سمساب سلطنه بردنش باشند شاه به امیر مفخم بخشیده و برای ضبط و غارت اونجا می رود و در راه هم مردم را غارت می کند. میرزا مهدی خان جوشغانی مرا شناخت و خیلی اظهار محبت کرد. حالا تلگراف میگه به امضای گذشته خود به فرزند هم نوشته به او دادم که از کارشون مخابره کرد و چنین و چنان. از این هم میگذاریم. میگوید صبح درشکه آوردن، عازم گست شده. خدا رحیم خان همراه آمد، نهار در منزل سرهنگ صرف شد، عازم اصفهان شدیم در امارتی که سابقا اندرون زل سلطان بود. وارد اتاق سمسام سلطنه شدم. چشمش که من افتاد خیلی خوشبخت شد. معتمد خاقان و شاهزاده محمد جعفر میرزا و میرزا ابراهیم خان هم که از تهران برای کمک به همین منظور آمده بودن اونجا بودن. اگر دقت کنید همه لقب داشتن. معتمد خاقان یعنی انقدر لقب داشتن، این القاب رو میفروختن. دستگاه ناصرالدین شاه اینا میگو آقا لقب میخوایی؟ گفت بله، من بدون لقب چگونه زندگی کنم؟ میگفت معتمد خواهان داریم، معتمد خاقان داریم و مثلا مشیر السلطنه داریم، کدوماشو دوست داری؟ میگفت
معتمد خاقان بهتره، شاید معتمد خاقان درستش باشه، یعنی خاقان که شاه باشه بهش اعتماد ده. میگفت خب این قیمتش از 20,000 تومن، اون یکی از 10,000 تومن. میگفت نه من 20,000 تومن میدم، همین معتمد خاقان به من بدی. که بعدها مجلس ملی این چیزها رو قدغن کرد و اینها بیچاره شدن، چون دیگه نفوذ سابق رو نداشتن، نمیشد آقا اسمش معتمد خاقان باشه حالا داره جارو میکشه. آقا چیکار میکنن؟ آقای معتمد خاقان اینجا داره جارو کشی میکنه. اینه که این القاب باعث بیچارگی و بدبختی داشت. نگاه کن همینا بعد یک بعض اینها هم زرنگ بودن، بدون اینکه پول بدهند و اینها میامد یک شکایتی مینوشت از فرض بفرمایید جوشقان به دربار ناصرالدین شاه که بله رعایا در منتها درجه سختی به سر میبرند و اینجا نان گران است و نیست و احتکار شده است و چنین و چنان یه چیزها مینوشت، زیرش هم امضا میکرد، مثلا عرض میکنم که سهام السلطنه از خودش. اونام که نمیدونستن، دفتر آماری نبود که ببینن آقا این سهام السلطنه چیزی هست، کسی هست بالاش میرسن جناب آقای سهام السلطنه، بله نامه شما واصل شد، به زودی اقدام خواهد شد. این قاب میگرفت میزد به دیوار، یه بقیه بیه میگفتن سهام السلطنه. اینم یکی از کلک هایی بود که میزدن برای لقب. نگاه کنید 90% کسی که سرش به تنش می‌ارزید لقب داشت. بله خب عرض می‌کنم خدمتتون که بله معتمد خاقان و شاهزاده محمد جعفر میرزا و میرزا ابراهیم خان هم که از تهران برای کمک به منظور آمده بودن اونجا بودن. مصلحت در این بودی گفتی شاید عازم شیراز هستن. جناب آقا نجفی هم با جناب آقا شیخ جمال الدین عقبیشان به ملاقات من آمدن. این آقا نجفی پرزورترین آخوند اصفهان بوده. حالا داستانهاش زیاده، من واردش نمیشم، نه وقت داریم نه حوصله. اینجا شب با سمسام سلطنه خلوت و مذاکره برقرار شد. پس از رفع خستگی را عازم بختیاری شدم که از اونجا سردار اسد را به هر قسمت به طرف اصفهان حرکت بدهم. گفتم خستگی ندارم و حرکت خواهم کرد. بازدیدی از جناب آقا نجفی و آقا شیخ جمال الدین نموده در مراجعت مال سواری آوردن، یعنی اسب لایق سواری. سوار شده از قرای کاسیجون و باغ وحش قهوه رخ فلان گذشته و وارد جون جانقان شدم. میرزا حاجی آقا نوکر سردار اسد مرا شناخت و فوری به بالاخانه بسیار باصفایی برد. در اندرون به سردار اطلاع داد، تشریف آوردن و از این مسافرت تغییر خیلی حیرت داشتن. گفتم به قدری حرکت شما به تهران را لازم می دانم که اگر از سای عزیمت فرمایید حاضرم با این خستگی فوری در رکاب باشم. تمام ایرانیان بلکه تمام مسلمین با نهایت بی صبری منتظر حرکت شما به طرف تهران هستند. فرمودن من منتظر سردار محتشم و بهادر الدوله هستم، اونها باید با عده سوار که جمع آوری می کنند برسن و حرکت کنیم. بله وقتی که کشتن حسین قلی خان، خدمتتون عرض کردم پدر سردار اسد و اینا، این بچه ها رو زندان کردن و بعد اینها با نخست وزیر وقت اتابک دوستی نزدیک داشت این خانواده، با اعمال نفوذ اتابک بچه ها رو نکشتن و آزاد کردن و بعد به موقع که رسید عمل کردن سردار اسد و سمسام سلطنه و برادران بلکه فرزندان ایلخانی بودن. بله گفتم به بهادر الدوله که پسر خودتان و مجبور به خیال شاه شده است و خوب نیست، بنویسید فوری به تهران مراجعت کند. در مراجعت از نزد صدر اعظم با دوستان مشورت کردم، صلاح دیدند که فوری با خانواده به قلهک برویم که از تعرض دولتیان مسئول باشیم. فوری به قلهک رفتیم. کاغذی هم از میرزا حیب‌الله خان مدیر تلگرافخانه قم رسید که بعد از حرکت شما
حکومت راجع به ورود شما تحقیقاتی کرده و دیگه بعد از خروج شما معلوم شد که از بین راه به طرف کاشان حرکت کردید و از کاشان هم که ورود شما را پرسیدن گفتن وارد نشدید. مطمئن شدم که از بین راه راه خود را تغییر دادید و من آسوده خاطر شدم. و البته این ترفند زده دیگه، میخواست بره بختیاری. حاج خسرو خان سردار ظفر هم که از بین راه کاشان به اصفهان آمده بود وارد شد و اظهار داشت که بر حسب دستور سردار اسد به امیر مفخم پیغام دادن که اگر این همراهی شما با شاه برای مال دنیاست، ما حاضریم از دارای خودمان هرچه بخواهی در محضر شهر به شما صلح کنیم و حکومت بختیاری را هم دائما به شما واگذار کنیم تا با ما همراه شوید. مثلا پسر عمو رو بیارن، این جنگ بین برادران نشه. اینا گفتن آقا ما هرچه داریم میدیم به شما آقای امیر مفخم، تشریف بیارید و ما میدیم در محضر، هرچی داریم و نداریم میدیم به شما، حکومت بختیاری مال شما، اما تفنگ دست نگیرید علیه آزادی خواهان. بله، مهازا قبول نکرد چون شاه املاک زل سلطان را به خواجه شکرالله و املاک بختیاری را به امیر مفخم بخشیده است. ای بابا، روز بعد خبر رسید که سردار محتشم و بهادر و دوله خواهند آمد. چون سردار محتشم مبتلا به پادرد است با کجاوه می آید و شب را در اردل ملک خودش باقی مانده و فردا وارد می شود. روزنامه ها هم خبر داده بودند که دولت عثمانی در سوم ربیع الثانی مشروطه شده و این خبر فوق‌العاده اسباب شور و شعف مردم شد، به نوعی که اغلب از خانزاده ها از من خواهش می کردند که از سردار حضرت خواهش کنم اونها هم منتظم رکاب باشند و به اصفهان بیایند. از طرفی هم امیر مفخم بین بستگان خودش شهرت داده بود که ستارخان مغلوب شده و جشن مغلوبیت او را گرفته بودند و می گفتند به هر سواری که برای خدمت به شاه برود یک تومان و هر پیاده 5 قران در روز حقوق خواهند داد و بعد هم انعام و منصب اونها داده می شود. مادر سردار محتشم را هم روانه اردل کرده بودند که مانع از همراهی او با سردار اسد بشود. حالا این قصه امیر مفخم به اینجا تمام نمیشه. بله، سرانجام امیر مفخم هم راه کرده آمد و شستر که در اونجا به امور بالانس کردن باجت با قول اینجایی ها رفته بود میگوید ما مقدار زیادی اسلحه و پول و اینها دادیم به امیر مفخم که برد به جنگ سالار دوله، رفت گذاشت مخصوصا فرار کرد، همه سلاح و پول و اینا رو داد به اون طرفه، به اون طرف قضیه یعنی مرتجعین، میگه صداشون کردم گفتم که شما بدانید آگاه باشید که من از فردا کارهای شما رو به مردم ایران گزارش خواهم کرد و این کار عجیبی که دیروز کردید و اسلحه و سپاه را به دشمنان آزادی دادید من گزارش میکنم. گفت اینا از آبرو خودشون ترسیدن و آمدن این سو در واقع بچه های حاج الخانی آمدن این سو. خب به هر صورت خیلی وقت ما کمه، یک نکته خیلی زیبا اینجا هست بخوام بهش برسیم. خب بعد میگوید که صحبت کردیم سردار و اینا، گفت اگر او مخالفت کند و خونی در بین طایفه ریخته شود تا آخرین نفر ایل با هم نزاع خواهند کرد. سردار اسد مجددا کاغذی به امیر مفخم نوشت که حاضر است تمام دارایی خود را به مهر علما به او صلح کند که او از زد خورد با ایل دست بردارد و اگر میخواهد به شاه کمت کند به طرف رشت آذربایجان برود که بین ایل اختلاف نیفتد. این مرتبه هم جواب مساعدی نرسید و خبر رسید که شاه مشروطه را تصفیه کرده است و این خبر اسباب خوشبختی شد و برای عزیمت به اصفهان و قم مشورت می‌کردند. حقیر هم اظهار داشتم که حرکت به تهران البته لازم است، زیرا که ملاحظه نمودید شاه اول مشروطه داد بعد اوضاع میدان توپخانه و شیخ فضل‌الله را برای برهم زدن آن فراهم کرد. این همین محمد علی شاه دروغ میگفت،
مرتب قول میداد و زیر قولش میزد، قسم میخورد و هی در تضعیف آزادی خواهان میکوشید و دیگه نمیشد بهش اعتماد کنیم. اگر اون مردکم اخلاق اینچنین نداشت، شاید مجبور نمیشد که فرار کند به روسیه و در سرزمین های غریب بمیرد. متاسفانه دراز مدتی است که پادشاهان ایران یا کشته شدن یا در غربت فوت شدن. از ناصرالدین شاه به این سو، در واقع کشتن پادشاه از نادرشاه شروع شده است، بعد آقا محمد خان رو کشتن، بعد ناصرالدین شاه رو کشتن، بعد دیگران هم که یکی پس از دیگری مجبور به گریز شدن به خارج کشور متاسفانه و در خاکهای بیگانه خاک سپرده شدن. یک نامه عجیبی هم دیدم که همه جا پخش شده که ما امضا کنندگان این شاهزاده رو عزل کردیم. من تعجب کردم، آقا مگه کسی ایشون رو به چیزی نصب کرده بود که حالا عزل بکنیم؟ معزول کردیم. معزول، معزول چه کردید؟ آقا ایشون یه آدمیست، ممکنه طرفدارانی هم در ایران داشته باشه، اونجا چی میشه؟ امضاها کردن، اشخاص مشهور هستن، از دوستان من بین اینا هستن که ما ایشون رو معزول کردیم. مگه چی به کاری منصوب کرده بودیم که حالا معزول کنید؟ آقا شما میتوانید بگویید، ما دیگر پشتیبانی نمی کنیم. نه اینکه ما ایشون رو معزول کردیم. و بعد میگوید بله، ولی این اخطار آخر است. من تعجب کردم از این نامه. از چه چیزی معزول کردید؟ شغلی نبود که شما کسی رو معزول کنید. شما میتوانید بگویید که آقای فلان کس، ما امضا کنندگان زیر که تاکنون از شما پشتیبانی میکردیم، به دلایل زیر دیگر پشتیبانی از شما نخواهیم کرد. نه اینکه معزول، شغلی نبوده، کاری نبوده، چیزی نبوده. من خیلی خیلی تعجب کردم. وقت ما تمام شد هموطنان گرامی، متاسفانه نرسیدیم بقیه یه مطلب رو خدمتتون عرض کنیم. در جلسه آینده ممکن است کتابم نخوانیم و مفصل قضیه رو زبانی خدمت شما بیان کنیم. تا جلسه دیگر، درود بر شما. از امیر سپاسگزارم. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی. بله، زنده باد آزادی.